از اعلام ماموریت تازه ناتو تا توشه قانون حق دسترسی به اطلاعات، در حالی که از 100 روز نخست حکومت وحدت ملی 65 روز میگذرد، قرار است درباره ماموریت تازه ناتو در افغانستان در نشست وزرای خارجه این سازمان تصمیم گرفته شود. و دبیر کل ناتو با ابراز این مطلب تأکید کرد که ماموریت افغانستان از چالش برانگیزترین ماموریت برای این سازمان بوده است و گفت حمله اخیر در کابل و دیگر بخش‌های افغانستان به نشست ناتو و لندن پیوند دارد. از سوی دیگر قانون حق دسترسی به اطلاعات در همین هفته از سوی رئیس جمهور توشیح شد. نهاد نی حمایت کننده رسانه آزاد هرچند از توشیح این قانون استقبال می کند و خانه تطبیق به عملی شدن هرچه زودتر این قانون است، اما می گوید موارد در این قانون است که نیاز به اصلاح و تعدیل دارد. پرسش های اساسی این است که تصمیم وزرای خارجه ناتو در باره ماموریت تازهشان چه خواهد بود و چه مواردی از قانون حق دسترسی به اطلاعات نیاز به تعدیل دارد. در برنامه امشب صد روز نخست و بس می گیریم. سلام و وقت بخیر. به برنامه صد روز نخست با من امید فاروق خوش آمدید. میهمانان ما در این بخش نقیب الله فایق عضو مجلس نمایندگان، داوود راوش رهبر حزب مردم افغانستان هستند. بسیار خوش آمدید آقای راوش. با شما آغاز میکنیم. شما حداقل اطلاعاتی را که دریافتین از نشست وزرای خارجه ناتو بس روشن شدن یا تصمیم گرفتن در مورد ماموریت تازه ناتو است، چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بگویم که بس ماموریت تازه ناتو به این معناست که دیگه ناتو در مسائل در معرکه یا در میدان جنگ مستقیما سهم نمی داشته باشه، حمایت مالی، تکنیکی، لوجستیکی میکنه و واقعا یک صفحه نو است. و گرچه مدت اضافه از 5-6 ماه میشه که در عملیات های مستقیم شرکت ندارن، استثناءات گفته نمیتونم ولی به صورت کل البته، اما ای که بعد از 31 دسامبر به صورت کل مسئولیت های امنیتی به دوش اردو و پلیس نیروی امنیتی افغانستان گذاشته میشه، فقط دو سه زمینه باید روشن شود که وقتی که میگن تجهیزات در کدام سطح، تا سطح نیروهای هوایی، تا ضروریات و نیازمندی های که اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان داره، و تعلیم و تربیه که میگن تعلیم و تربیه نظامی در چی سطح. مثلا شما یک کورس 3 ماه هم دارین، یک کورس 45 روز هم دارین، یک دوره 3 ساله یا 5 ساله آموزشی هم دارین. زمانی که اینا میگن که در نشست وزرای خارجه ناتو تصمیم میگیرن، همین موارد است که شما اشاره کردین؟ همین مورد و موارد دیگری که مثلا حمایه، وقتی که میگیم تنو دو سه موارد که گفتیم در بر نمیگیرن. من به خاطر این پرسش را مطرح کردم که اگر مراجعه شود به موافقت نامه که ناتو و افغانستان یا اینطور مطرح کنیم که افغانستان و ناتو که البته مراحلش تایید شد، امضا شد و قرار است پس از سال 2014 یعنی اول جنوری 2015 عملی شود، تمامی موارد روشن شده، حتی ماموریت ناتو هم روشن است، چرا در نشست وزرای خارجه ناتو حرف از روشن شدن ماموریت؟ ببینید سیاست خواه میشه، شما میفهمین که در هر مرحله باید یک چیز مورد تایید قرار بگیره، دوباره بازنگری شود. شما میفهمین کنفرانس لیسبون بود، کنفرانس شیکاگو بود، کنفرانس توکیو بود، این دی کنفرانس ها این مسائل مطرح شده بود. اینطور نیست که کاملا یک چیز جدید است. دولت افغانستان با یک پاکت از پیشنهادات رفته به اوجه و یقینا که وزرای ناتو هم، وزرای خارجه و عضو ناتو هم که به این یک مهر سه گذاشتن به معنای تداوم همکاریشان است و به معنای عزیز که اینمی پروسه را حمایت میکنن یک بار دیگر، یعنی نه؟ ولی ای که باز به صورت مشخص اینا با دیتیل با جزئیات روی چی مسائل مکس کردن، ممکن شما در برنامه خبری بعدی که رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله صحبت ها دارن امروشان جزئیات بیشتر روشن شد. اما بحث ای که خب چه تصمیم میگیرن، آیا فکر میکنین که تغییرات در کار است؟ بخاطر از اینکه روشن است که چه کارهایی را نظر به موافقتنامه که امضا شده ناتو در افغانستان انجام میده، چیزهایی را که واضح است بحث مشورتی است، بحث آموزش نیروهای افغان است و حفظ یک تعداد سربازهای ناتو به این منظور، خب چه تغییر میاد که اینا میگن که ما تصمیم میگیریم؟ نه تغییر وقتی که میگن تصمیم میگیریم به معنای تغییر نیست، نه که مطلق متن برنامه تغییر میه،
به معنای عزیز که این پروسه را حمایت میکنن، ممکن در عرصه‌های ملکی حمایت جامعه مدنی، حمایت مثلا عرصه‌های آموزش، سطح عامه و سایر خدمات ملکی را که ناتو داره هم روش مکس شوه و به این موارد به دولت افغانستان نیاز داره، به خصوص در زمینه حکومت داری خوب ممکن است همکاری شود، در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری های جامعه جهانی و ناتو نیاز باشه که در پیشنهادات دولت افغانستان حتما وجود داره، برای اینکه دولت افغانستان با یک سلسله با یک پاکت از پیشنهادات به پروسه شرکت کرده. آقای فایق، شما چه فکر میکنین که اگر بحث تصمیم گیری در مورد ماموریت است یا روشن شدن ماموریت است، این که معلوم است در موافقت نامه که ناتو پس از سال 2014 در افغانستان چی میکنه؟ من اشاره هم کردم، حالا وزرای خارجه ناتو چه تصمیمی درباره ماموریت تازه‌شان در پیوند به افغانستان میگیرن؟ حالا که همه چیز روشن خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما و سلام بر مردم افغانستان. این به دو جهت میتونه که یا تصمیم بگیرن، یک این که در موافقت نامه حالا بر ما جانب افغانستان معلوم شد که ما این موافقت نامه را امضا کردیم، هنوز ناتو امیدوار نبود که آیا این موافقت نامه پارلمان تصویب میکنه و رئیس جمهوری را تایید میکنه یا امضا میکنه یا نمیکنه. وقتی که یا قبلا تصمیم گرفته نمیتونستن معلوم نبود، چون یک بار دیگر هم موافقتنامه امنیتی امریکا نیز در افغانستان به تعویق افتاد، بنان حالا معلوم شد که جانب افغانستان ای را تایید کرده و بنان یک بار دیگر سران ناتو یا اعضای ناتو هم تایید بکنن و به اساس ازو پیش برن. این بخشی که شما گفتین واضح است. حالا فکر نمیکنین زمانی که مثلا بحث ها مطرح بود یا یک بحث های صورت گرفت روی موافقتنامه ها، این موافقتنامه ها شکل گرفتن، چارچوب ماموریت، خواستهایی که افغانستان مطرح کردن، مواردی را که ناتو بر افغانستان انجام میده روشن است. حالا چطور میگن که خب این در ابهام بود که افغانستان موافقتنامه را امضا میکنه نمیکنه؟ اما این پرسش برانگیز است که خب چطور میتونه این حرف مطرح باشه در حالی که همه چیز روشن بوده برای هر دو طرف و نهایی هم ساختن بعد موافقتنامه را تشکیل داد؟ بله، اما ای که رای میبره از پارلمان، آیا ای که حکومت جدیدی را امضا میکنه و در کل رئیس جمهوری را امضا میکنه، این معلوم نبود و باید هم موافقتنامه معلوم نباشه جانب افغانستان. حالا فکر میکنین به خاطر از اینکه معلوم نبود بعضی از چیزها بله. یا نکات جا داده نشده در موافقتنامه؟ بله، فکر میکنم که موارد از موافقتنامه بالاتر هم نخواهد شد و کمتر هم نخواهد شد. یک بود قضیه است. بود دیگرش این است که چیزی که حالا ما در حاشیه موافقتنامه یا در کنار موافقتنامه این است که تصمیم میگیرن، بحث صحبت و تعهدات جانب افغانستان است. جانب افغانستان از این نیست که حالا اعضای ناتو آماده باشن که اینی کار را میکنیم، به اول افغانستان را میشنوان که افغانستان چی چیزهایی را طرح میکنه، چی مشکلاتی را داره، چی چیزها را از ناتو میخواد و در قبالش تعهداتی که حالا او میخوان در مورد مبارزه با فساد اداری، ایجاد روابط و موارد دیگه که حالا افغانستان در کنفرانس های دوره های گذشته تعهد میداد با او عمل نمیکرد. باز هم تاکید میکنم که این چیزها در موافقتنامه جا داده نشده که افغانستان چی میخواد، ناتو چی میخواد. حالا موافقتنامه بیشتر روی مسائل امنیتی، تجهیز نیروها و مؤسسه مورد را که شما اشاره کردین به او بیشتر است. حالا گفته میشه که 10 تا 12 مورد در بخش های مختلف جانب افغانستان تقاضاهایی داره از جلسه ناتو که به این قسمت ها دو کمک صورت بگیره. این جای پرسش داره آقای فایق، اگر 10 تا 12 خواستا مطرح است که افغانستان در نشست وزرای خارجه ناتو مطرح میکنه، چرا در موافقتنامه جا داده نشده؟ ببینید که حکومت جدید با خواستهای بسیار زیاد و با تعهداتی که حالا رئیس جمهور افغانستان در روز تعلیفش هم گفت که ما بالاتر از توقعات همکاران جهانی، ما در قسمت مبارزه با فساد و یا در قسمت شفافیت و یا تحکیم روابط ما عمل میکنیم. بنان حالا جامعه جهانی یا اعضای ناتو انتظار از این دارن که رهبران افغانستان با چی مکانیزم های با چی طرحی پیش میان و از جانب دیگه متوجه بوده باشیم که افغانستان پس از یک فاصله زیاد با جامعه جهانی و سردی روابط دیپلماتیک افغانستان، حالا دوباره میرن یک فرصت خوبی برای افغانستان و یک فرصت دیگه هم برای ناتو است که همبستگی خود را با مردم افغانستان اعلام بکنه. از این جهت هم است که آیا طرف جانب افغانستان خیلی مهم است که چه چیزی را میخوان و بعدن جانب ناتو مهم است که او با خواسته های مردم افغانستان یا رهبران افغانستان چقدر پاسخ مثبت میدن.
آقای راش فکر نمیکنین که بحث هایی که در نشست وزرای خارجه ناتو صورت میگیره و انجام میشه بیشتر متمرکز است بر عملی شدن موافقتنامه و آنچه که در موافقتنامه جا داده شده، نه اینکه خب جدای از موافقتنامه تصمیم میگرفته شد؟ بله، یک بحثی که جدی است و لازم است که به او اشاره شود همین ضمانت اجرایی توافقنامه است که میکانیزمی برای تطبیق از این توافقنامه در جلسات خورتر و خورتر دیگه هم امکان داره به دنبال از این مجالس صورت بگیره. یعنی بحثی است که ما در مثلا 13 عرصه شنیده میشه که دولت افغانستان 13 مورد در پاکت پیشنهادات خود داره، اونا هم در بالمقابل نظریات خود ارائه میکنن. وقتی که نظریات ارائه میشه برای از این نظریات اگمانگی که وجود میه باید باز روی مکانیزم کار میکنن. چطور ایره پیشنهادهایی را که افغانستان مطرح میکنه که آقای فایق هم اشاره کرده که افغانستان با این خواستا رفته به نشست وزرای خارجه ناتو، این در موافقتنامه نیست این خواسته افغانستان؟ دقیق ببینین، موافقتنامه یک چیز عام است، مثلا سر صلح است، سر ثبات است، سر تجهیز نیروی اردو است، سر مثلا آموزش و پرورش از این نیروها است، سر اکمالات لوجستیکی است، سر این مسائل است. ولی وقتی که شما میگین که در افغانستان صلح تامین شود و برای مجموعه مردم افغانستان دولت وحدت ملی بتونه، حکومت وحدت ملی بتونه یک باور ایجاد کنه، باید حکومت وحدت ملی قابلیت‌ها و مهارت‌های خود نشان بده و باور مردم افغانستان کسب کنه و این با دست خالی و جیب خالی نمیشه. ناگزیر است افغانستان که از جامعه جهانی، از ناتو، از نیروهای کمک کننده دیگه همکاری‌هاشون در عرصه‌های مختلف جلب کنه. مثلا یعنی می‌خواید اشاره کنین که افغانستان و ناتو بس میکنن که چیزهایی یا نکاتی که در موافقتنامه آمده چطور عملی میکنن؟ مثلا بحث آموزش و مشوردهی نیروهای امنیتی افغان مطرح است، اینا بحث میکنن که چطور این موارد را عملی میسازن، و نکته دوم تعداد سربازهایی را که حفظ میکنن آتا در افغانستان رقمش در کجاها چگونه؟ بله، و علاوه بر اینها وقتی که شما سر کمیت مشخص اردوی ملی افغانستان یا پلیس ملی افغانستان صحبت میکنین، روی تمویل ازی بحث میکنین، این خود دنیای گپ داره. اینطور خونه میشه که مثلا بگه من برای شما 3 میلیارد دلار میتونم شما اردوی ملی رو سر پای استفاده کنین. وقتی که شما پول فیزیکی داشته باشین و کسی براتون طیاره نده، طیاره نفروشه، یا تیاری نظامی برای شما حداقل دستتون قرار نده و شما موقع نداشته باشین که پول از جای دیگه بخرین، خود از یک چالش است برای شما. بنان شما ناگزیر هستین که با دیتیل، با جزئیات سر توافقنامه کار کنین و تا باشه که توافقنامه هرچی بیشتر ضمانت اجرایی پیدا کنه. و از طرف دیگه شما فراموش نکنیم که عرصه‌های خدمات ملکی ناتو در افغانستان هم مسئله بسیار مهم است. مثلا شما در سه ساعت نامه باید توجه ناتو را جلب کنین، در سه معارف توجه ناتو را جلب کنین. اونا کمک های دارن از این دست که برای از این نهادها کمک میکنن. خب اینجا شما کمک ها مشخص شده آقای مشخص راوشک. شده بله، کمک های نظامی و غیر نظامی است که خب نشست های متفاوتی هم شکل گرفته. مثلا زمانی که افغانستان به نشست لندن میره، اینجا بعض بیشتر روی کمک های غیر نظامی افغانستان بله متمرکز است. بله. آقای فایق، چقدر شما موافقین حرف هستین که آنچه را که در مورد افغانستان ناتو بس میکنه مشخصا در چارچوب توافق نام است، اما بس عملی شدنش را میخواین بس کنن که چگونه میخواین عملی کنن، چه کارهایی را افغانستان انجام بده که خواستای یعنی ماموریت را که ناتو داره جنبه عملی پیدا کنه و موارد دیگر؟ وقتی در همین موافقت نامه در پاولی که حالا شما را کمک های غیر نظامی گفتین یا در اوجا مشخصا کمک های اقتصادی آمده، خب اینمی کمک های اقتصادی با مجلساتی که صورت میگیره مشخص میشه. حالا در بخش کمک های اقتصادی طرف جانب افغانستان خیلی مهم است که بارزونها را قناعت بده و بپردازه و دلایل بگه. مثلا حالا در بخش امنیت واضح است که 5 تا 5.5 میلیارد دلار داده میشه. حالا هدف از اساکر چی است؟ امنیت است. خب جانب افغانستان بگویه که امنیت تنها با افزایش اساکر به وجود نمیاد در افغانستان. در یک جامعه امنیت در جامعه بر مردمش رفاه، آسایش و ایجاد کار نیاز است که تا امنیت به وجود بیاد. خب پس به خاطر رفاه، آسایش و ایجاد کار چی کار است؟ همانا توجه به حاکمیت، توجه بر تعلیم، توجه بر صحت، توجه بر تحصیل، ایجاد شغل، زیربناها،
معادن و ده ها موضوع دیگه که حالا روی این چند موضوع را گفتن 10 تا 13 مورد است که انجام میشه. بنان جانب افغانستان ایران بگویند که ما تنها شما خواسته باشین که با افزایش عساکر و یا با دادن پول بر عساکر شما بخواین در افغانستان امنیت بیارین یا مبارزه با تروریسم بکنین یا افراطیت یا دهشت افغانی را داخل افغانستان بگیرین، خب نمیشه، ممکن هم نیست. با جانب افغانستان میره درک بکنه و میدونم که من میخوام اشاره کنم که چقدر فکر میکنین که بحث هایی که صورت میگیره، نشست هایی با مزرعت که صورت میگیره مشخص است، مثلا کمک های غیر نظامی در کدام نشست ها بر افغانستان تعهد میشه، کمک های نظامی در کدام نشست ها، و در جایی که کمک های غیر نظامی مطرح است چیزهایی را که افغانستان نیاز داره، بحث شغل و بلند بردن ظرفیت و زیربنای اقتصادی، این مسائل میتونه مطرح باشه، نه در نشست های نظامی. در این نشست، چون این نشست بعد از ده ها کنفرانس که در سالهای گذشته گرفته شد، حالا اولین کنفرانس مهمی است که رهبران افغانستان میرن در اوجا حضور پیدا میکنن. شما دیدین که حالا در بخش تقویت بخش خصوصی نیز در اوجا نشست صورت میگیره، ده ها تاجر در این سفر را همراهی میکنن، وزرای تجارت، بخش امور زنان و موارد دیگه که در افغانستان است در لندن همراهی میشن. خب اینا که وقتی اونجا حضور پیدا میکنن، بخش نظامی نیست که مشخصا خب مشخصا روی نشست وزرای خارجه بله. ناتو بس کرده بله، بنان در اینجا روی مسائل بحث میشه و صحبت میشه و فکر میکنم که بیشترین بحث روی صحبت های حالا جانب افغانستان است که چگونه با ناتو مشکلات افغانستان را شریک بسازن، قناعتشان را حاصل بکنن. یعنی امون حرفی را که من مطرح کردم که بحث میکنن روی عملی شدن موافقت نامه که از کدام راه پیش برن که عملی شد، مثلا حالا موضوع طالبان، مسئله تروریسم یا افرادگرایی در داخل افغانستان است. حالا بحث بزرگتر میشه که جانب افغانستان مثلا گفته شود که یار قناعت داده شود که تنها در داخل افغانستان این مبارزه صورت بگیره و یا آن سوی مرز هم صورت بگیره، یا مثلا بر ناتو حالا میگه که در داخل افغانستان خشونت دوام پیدا میکنه، رئیس دبیرکل ناتو میگه خشونت دوام پیدا میکنه، اما وا نمیتونن جبهه‌ای در یک منطقه را اشغال بکنن، اما این وجود میداشته باشه. معنایش این است که اگر این خشونت در افغانستان دوام پیدا بکنه، خب هر روز مردم افغانستان تنها قربانی نمیشن، هرچند نیروهای ناتو در صف خط مقدم جبهه نباشن، شما میبینید که افراد از اینا در روی سرک ها در جاده ها مورد هدف قرار میتن و هر روز افراد ناتو تابوتایشان بسته میشه و بر شهرهایشان فرستاده میشه، که فکر میکنم که برای مردمشان با بسیار مشکل خواهد بود که درک بکنن و یا تقاضا داشته باشن که فرزندانشان در افغانستان باشن. آقای راش، اگر به پهلوهای دیگه ماموریت ناتو بپردازیم، یعنی بحث حضورشان تا اینجای کار، حرفای را دبیر کل ناتو هم داشتن، گفتن که ماموریت افغانستان برای ناتو از چالش برانگیزترین ماموریت بوده. فکر میکنن چرا این ماموریت برشان چالش برانگیز شد؟ خب در مورد افغانستان یک تصور وجود داشت مثل یک جنگ گوریلایی که ما هم گویا تصور زیر داشتیم که ناتو با یک قدرت بسیار فوق العاده یا سوپر پاور که است میاد افغانستان و در طی مدت کوتاه شاید تامین امنیت کنه، طی یک سال، دو سال، سه سال. ولی اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جیوپولیتیک و ساختار مغلق جغرافیای درونی افغانستان که بسیار درهای ژرف و کوههای بلند و مناطق صعب العبور داره، این بسیار مورد مطالعه دقیق ناتو قرار نگرفته بود و تا جایی که با ما معلوم است و ما فکر میکنیم، ناتو هم مثل خود ایالات متحده آمریکا یک برداشت بسیار عمیق از وضعیت درونی افغانستان نداشت. جنگ به اصطلاح افغانی ماشون جنگ مذاق فکر کرده بودن، جنگ افغانستان البته. یک نفر در زیر یک صخره عظیمی که نشسته در یک مغاره و یک دشکه داره و از اموجه میتونه که قواره از پای در بیاره. وقتی به این جنگ مواجه شدن و دیدن عقب جبهه جنگ و خصوص مناطق قبایلی را که اینا در سالهای اول حتی زیاد مکس نمیکردن روی ازو که جنگ از پاکستان تمویل میشه یا تامین میشه، تا ای که دولت افغانستان با راهکارهای مختلف و با منازعات و با صحبت ها و جنجال ها و کنفرانس ها در برخی موارد امریکا و ناتو را قناعت داد که جنگ از پاکستان تمویل میشه، جنگ از طرف یک کشور بیگانه، عقب جبهه در کشور بیگانه است.
یک پروسه را گرفت و از طرف دیگه خود ناتو هم متوجه شد که واقعا این با یک جنگ مضاعف، جنگ دو پهلو مواجه است. از یک طرف جنگی که دوستش است پاکستان با دوست خود می جنگه و از طرف دیگه با القاعده که باز هم در پاکستان حضور داره و از روی پاکستان باید مهمات اردوی ناتو انتقال میکرد به داخل افغانستان. یک وقت اگر شما حافظیتان باشه که حتما است، شما در منطقه خیبر پختونخوا دیدین که سر نیروی ناتو و قوای امریکایی عملات صورت گرفت. بله شما اشاره کردین برای به اینکه خب چطور یا به دلایل اشاره کردین که چرا دبیر کل ناتو آمده گفته که ماموریت افغانستان برشان از چالش انگیزترین ماموریت بوده. حالا اگر در یک نگاه برای آینده حرفای داشته باشیم، موافقت نامه ها با آمریکا و ناتو امضا شده، حکومت تازه شکل گرفته، تعهدات هم تا نظامی و غیر نظامی متحدتر از گذشته میشه، وضعیت چه میشه ببار؟ وضعیت در دو جهت انکشاف باید کنه. می نشست وزرای خارجه را که بیشتر شما زیاد سرش تاکید کردین، یک پهلوی دیگه هم داره که تلاشای دیپلماتیک یا تلاشای سیاسی که باید با جانب درگیر در افغانستان صورت بگیره ممکن که در این مذاکرات مطرح شد، ممکن که وضعیت طوری پیش بیاید که نیروهای شامل جنگ در افغانستان، کسایی که در افغانستان عملا در موازی هستن، اینا را به شکل از اشکال حکومت پاکستان معتقد بسازن، کشورهای دیگه زیدخل در قضیه افغانستان پادرمیانی کنن تا اینا را از جنگ به صورت صلح‌آمیز از صحنه جنگ بکشن یا به دولت شریک قدرت بسازن. خبرهای هم در این زمینه وجود داره. ولی پهلوی دیگه مسئله است که افغانستان ناگزیر است که در این مرحله باز هم یک دوران بحران حداقل تا یک سال دو سال دیگه سپری کنه تا ای که برسه به پایان بحران، بتونه جنگ مهار کنه. جنگ خیلی کوتاه اشاره کنین و... تا اینجا ما از لحاظ امنیت مشکل داریم. خب دلایل مطرح میشه، کابینه معرفی نشده و مسائل دیگر. ما اشاره کردم که اگر به آینده توجه داشته باشیم، این تعهدات و حکومت تازه هم شکل گرفته، ما در وضعیت بهتری قرار میگیریم. خب آخرین چیزی که میمیره امید است. ما آرزو داریم که در وضعیت بهتر قرار بگیریم، اما اینکه آرزوی ما چقدر با واقعیت منطبق میباشه یا منطبق میشه یک گپ بعدی است. تلاشایی که حکومت موجود و حکومت وحدت ملی داره در این راستا است. ما آرزوی ما می است و دولت پاکستان هم دیگه یارای توانایی و جنگ فرسایشی را که در نقدر مدت پیش برده بود به باور ما البته نقطه رسیده که باید خانه خود در نته دیگه. حالا جنگ به خانه خودش هم روی آورده و شدیدن شما میفهمین که عملات و این دار و انفجار اینا هم در پاکستان هم بوده. حتی در منطقه کوات و سوات و این مناطق صوبه سرحد شما حال که برید کاملا منطقه نظامی است. کاملا حتی شناسنامه پاکستانی را پلیس پاکستان و اردوی پاکستان چک میکنه و تلاشی میکنه و در این مناطق میمانه. یعنی یک خواست وجود داره که ثبات در او طرف سرحد به خصوص کنترل مناطق قبایلی صورت بگیره تا بتانیم ما ثبات در این طرف سرحد هم تامین کنیم. آقای فایق، خیلی پرسش مهم همیست که افغانستان در آینده ها با کارهایی که انجام میده به کجا میره یا در کدام وضعیت در منطقه قرار میگیره؟ شما با موافقت نامه توجه کنین، موافقت نامه امضا شد با آمریکا، با ناتو، تلاش های رئیس جمهور که سفرهای انجام میتن به کشورهای منطقه، این طرف خب گفته میشه که کابینه هم شکل میگیره، توافقات صورت گرفته، ما به کدام مسیر در حرکت خواهیم بود؟ بله این فرصت یک فرصت بزرگی است به دلیل از اینکه حالا هر حرفی را که برای این کنفرانس رهبران افغانستان گفت اونها باور میکنن. اگر ما او گفته های خدا عمل نکردیم دیگه او فرصت را پیدا نمیکنیم کسی به گپ ما باور بکنه. یک موضوع. موضوع دیگه ناتو اهداف منطقه‌ای هم در اینجا داره که رهبران افغانستان متوجه از مسئله بوده باشد. مسئله سومی، ناتو در سالهای گذشته برنامه شکست خورده بوده به دلیل از اینکه پراگنده عمل کرده. پیارتو ها و اعضای ناتو به گونه‌ای بوده که یکی خوش بوده که طالب سرکوب شود و یکی دیگریش نمیخواسته. مثلا واقعی هلمند که انگلیس ها طالب ها رو در اوجه چاخ کردن و هیچ کار نخواستن که مثلا در اوجه به خاطر منفعت خودشان، خب حالا یا با حکومت مشکل داشتن، با رهبری حکومت مشکل داشتن، حالا گذاشتن که طالبات خوب در اوجه ظهور بکنه. این پراگنده عمل کردن. بحث دیگه این است که
جامعه جهانی یا اعضای ناتو یک دلار هم بدون تعهد نمیده. تعهدشان خیلی واضح است. از افغانستان چه میخواید؟ من اینو پرسیدم که ما با توجه به وضعیتی که شکل گرفته در افغانستان، حکومت تازه موافقت نامه ها، نشست ها در پیوند به افغانستان، تعهداتی را که افغانستان میته میگن ما با خواست های تازه میریم، با حرف های نو میریم، چه فکر میکنین که افغانستان در وضعیت افغانستان تغییر میآید؟ بله، تنها قدرت را که می رهبران میتونن مطرح بکنن اون قدرت وحدت ملی است که با و قدرت اراده است که ارادهشان را در اوجه به نمایش بگذارن و چیز را تعهد بدن که بالاتر از توانشان نبوده باشه و بعد که در افغانستان میان خب باز طرف سلیقوی تیمی موارد حرکت نکنن. دیده شده است که حتی در مورد کابل بانک موضوع خیلی واضح است که یک تعداد متهمین را یک تیم به گونه غیر مستقیم و تیم دیگر به گونه غیر مستقیم ایره محافظت کردند، نه اونا دستگیر شدند، نه اونا در محکمه احضار شده. اگر قرار به این باشه که ما به خاطر بریم در اوجه اصلاحات را و مبارزه با فساد اداری را که سررشتهش کابل بانک است، حالا به ما باز هم مصلحتی حرکت بکنیم، خوب است که از این وقت تعهد نتن. یعنی نتیجه گیری تانیست که توپ در میدان افغانستان است، اگر در امر مبارزه با فساد متحد باشه، تعهدات خود را عملی کنه، به همان پیمانه کمک دریافت میکنه، علاقمندی جامعه جهانی برای حضور در افغانستان بیشتر میشه، از لازم نیتی کمک بیشتری بر افغانستان میشه. این بزرگترین چانس برای افغانستان است و افغانستان و رهبران افغانستان از قدرت و حمایت مردمی هم برخوردار هستند. مثلا اگر خواسته باشن کار را انجام میتن، اگر نه در افغانستان این 20 چند وزیری که نسبت افغانستان را یا خوردن، هر کدامشان از یک قدرت یا پاور مردمی قومی از هر جهت حزبی برخوردار بودن، اینها را در 24 ساعت به خانه‌هایشان فرستاد. اگر این رهبران افغانستان با هم دست را یک بکنن، متحد باشن و سلیقوی حرکت نکنن، میتونن که با بزرگترین موارد فساد اداری در افغانستان مبارزه کنن و موفق هم باشن. پس از حضورتان، پس از گزارش کوتاه دوباره برمیگردیم. امروز شنبه 11 ماه قوس سال روان خورشیدی از ایجاد حکومت وحدت ملی 65 روز گذشت. دیروز رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایه در 64مین روز کاریشان در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل با دبیرکل ناتو دیدار و گفتگو کردند. رهبران حکومت وحدت ملی سپس در یک نشست خبری در حضور رسانه ها ظاهر شدند. در این نشست خبری رهبران حکومت وحدت ملی از ایجاد صفحه جدید در روابطشان با ناتو اطمینان دادند. قرار است در 31 ماه دسامبر ماموریت نظامی ناتو پایان یابد و نیروهای افغان از همین حالا وظایفشان را به عهده گرفتند که همانا دفاع از کشورمان و عز جهان است. در حوالی ماه جنوری 2015 میلادی ما صفحه جدید از همکاری های خود را آغاز می نماییم، چیزی که در نتیجه قربانی بسیار بزرگ و مسئولیت های مشترک به وجود آمده است. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه از بازگشایی روابط تازه افغانستان با سازمان ناتو خوشبین هستند و ابراز امیدواری می کنند که پس از این روابط با ناتو بتواند سبب تامین صلح و امنیت در کشور شود. در اینجا می خواهم از همکاری های سازمان ناتو برای آوردن ثبات در افغانستان و نهادهای کشور قدردانی نمایم. همکاری های سازمان ناتو و جامعه جهانی امروز افغانستان را در یک جایگاه ویژه قرار داده است و این کشور دیگر جای برای دهشت افغانی نیست و گروه های دهشت افغان دیگر توانایی ندارند که حملات به مانند حمله 11 سپتامبر را طرح‌ریزی نمایند. اما افغانستان همچنان به کمک های دوامدار نیازمند است و حکومت وحدت ملی متحد است تا یک روحیه جدید از همکاری ها نه تنها برای افغانستان بلکه برای صلح منطقه و جهان آغاز نماید. نشست وزیران خارجه ناتو امروز با حضور وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل برگزار شد و قرار است رئیس جمهور غنی نیز در این نشست سخنرانی کند و روی چگونگی حضور نیروهای خارجی در افغانستان و ادامه کمک‌های جامعه جهانی نیز بحث شود. بازم خوش آمدید. در این بخش برنامه سعید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان و محمد قاسم رحمانی مشاور حقوقی نهاد نی با ما هستند. بسیار خوش آمدید. آقای افضلی با شما آغاز میکنیم. در همین هفته قانون حق دسترسی به اطلاعات توشیح شد. چه تغییری در عرصه اطلاعات میاد؟ بسیار تشکر. در آغاز باید بگیم که داشتن قانون دسترسی به اطلاعات
یکی از مهمترین دستاوردهای هست که جامعه مدنی افغانستان و حکومت جدید میتونه که صرف حساب بکنه و همچنان یکی از قوانین است که واقعا در عرصه ایجاد شفافیت حسابدهی و حکومتداری خوب ما را کمک میکنه. البته قانونی که توشیح شد مشکلات زیاد داره که در حالت فعلیش ما چندان دستاورد در وقت عملی کردن از این قانون نخواد داشتیم تا وقت این قانون تعدیلات بسیار مهمه در این وارد نشوه و دیدبان شفافیت افغانستان با نهادهای جامعه مدنی و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دیروز هم در این مورد ما صحبت های خود داشتیم که این قانون مشکلات زیاد داره که چرا این قانون با مشکلات توشیح شده؟ البته با موجودیت مشکلات. دلیل اولش این است که حکومت گذشته متحد نبود برای شفافیت. افرادی که در حکومت گذشته بودن برای ما زیادتر مشکلات ایجاد کردن. امرای وزارت اطلاعات فرهنگ اول کار کردیم، اونا آماده نبودن که امو پیشنهادات جامعه مدنی را زیاد قبول بکنن. وزارت عدلیه به هم به مو شکل و شورای وزیران هم. اما شما میدونین که قانون در همین هفته توشیح شده، حکومت تازه که شکل گرفت، چرا شما نگفتین که مشکل داره قانون اصلاحات یا تغییرات یا تعدیلات بیاد در قانون؟ ما بارها صدای خود بلند کردیم، از طریق تلویزیون طلوع نیوز هم صداهای خود بلند کردیم، شما برنامه های با هم داشتیم یک جا که مشکلات زیاد در این قانون وجود داشت. البته قانون در چند ماه گذشته ساخته نشده، قانون از 5 سال بدین سو سرش کار روان بود و ما به وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت عدلیه، شورای وزیران و شورای ملی با همه از اینا کار کردیم. متاسفانه که هیچ کدام از اینا گوش شنوا نداشتن. چند دلیل عمده وجود داشت که تغییرات نامد. آنچرا که مطرح میکنه بعضی از وکلای پارلمان است که زمانی که این قانون آمد در مجلس هیچ کس نامد بگه که این قانون اینی جایش تعدیل شود. اونا خودشان گفتن که ما توجه کردیم و تعدیلات را. خب من میتونم که نامای وکیلا را حتی بگیرم که ما با اونا جلسات داشتیم. یک بار نه، 3 بار ما برشان ارائه داشتیم در مورد از اینکه پیشنهادات ما چی است، معیارهای بین‌المللی چی است، اما متاسفانه که اونا گوش شنوا نداشتن و اما قابلیت از اینم نداشتن که درک بکنن اهمیت پیشنهادات ما را بگنجانن. زمانی که رئیس جمهور خواست این قانون را توشیح کنه نمیدونست که این قانون مشکل داره؟ چرا نه؟ ما چند بار با اونا هم چی بود حرفشان؟ برای اینکه خب شما درخواست کردین که این قانون مشکل داره اصلاح شود، چی گفتن؟ ما پیشنهادات خود داشتیم، اونا آگاه بودن از پیشنهادات ما، ولی یگانه چیزی که رئیس جمهور افغانستان این قانون به خاطرش امضا کردی بود که با پارلمان در تقابل قرار نگیرن و به ما وعده دادن که وقتی قانون توشیح میشه بعد از این تعدیلات یا از طریق فرمان تقنینی و یا هم از طریق پارلمان افغانستان تغییرات در این وارد خواهد شد بسیار به شکل فوریش و مشکلاتی که فعلا وجود داره این مشکلات برداشته خواهد شد. در درون مجلس اراده بر از این نبوده که بعضی از ماده های این قانون تعدیل شود که مشکل داره؟ تنها مشکل اراده نیست، مشکل درک و فهم است و اما دانش ازی است که قانون دسترسی به اطلاعات این حرف نمیتونه مطرح باشه که ممکن وکلا با بعضی ماده های این قانون مشکل دارن، یعنی که نمیخواین تعدیل شود. او را هم دارن ولی اینقدر درک از این قانون درست نداشتن که واقعا به او اندازه بفهمن که بعضی ماده های زیر تغییر بتن. ولی مشکل اینجا بود که امو آگاهی موجود نداشت، گوش شنوا هم نداشتن و بر جامعه مدنی هم زیادتر اونا موقع را مساعد نساختن که بیان واقعا جامعه مدنی نظریات خود پیشنهاد بکنن. البته از مشران جرگه باید که قدردانی بکنیم چون اونا ما را خواستن، با اونا ما صحبت های داشتیم تا جایی که اونا امکانات زیر داشتن، چون اصلا قانون از طریق ولسی جرگه یا از اون کمیسیونه که سر از این کار میکنن، کمیسیون دینی و فرهنگی، اونا زیادتر سر از این کار کردن، اونا زیادتر چانس از این رو داشتن که تغییرات رو وارد بکنن، اما اونا گوش شنوا نداشتن مگر مشنان جرگه تغییرات ما رو زیادتر شپذیرفتن مگر یک تعداد بسیار مهمش رو تغییر نکردن. کوتاه اشاره کنین پیش از اینکه با آقای رحمانی بریم، شما گفتین که مجلس سنا یا مشنان و جرگه خواست شما را پذیرفت، تمام خواستایی را که شما داشتین که باید تعدیل می آمد زمانی که روی میز مجلس سنا این قانون وجود داشت چرا تمامش تعدیل نشد، اصلاح نیامد؟ خب ما میدانیم که مشران جرگه یک
مقدار صلاحیت کم داره که اگر تغییرات بسیار زیاد را وارد میکردن باز ترس از اونایی بود که در کمیسیون مشترک در کمیته مشترک باز رد خواهد شد. بنان یک تعدادش قبول کردن، یک تعداد دیگه اش قبول نکردن. آقای رحمانی، واقعا این قانون با موجودیت مشکلات که داره توشیح شده؟ سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز شما. البته امروز دفتر نه یک کنفرانس مطبوعاتی داشت و از توشیح این قانون توسط جناب رئیس جمهور استقبال کردم. خب نفس این قانون برای رسانه ها، برای جامعه مدنی که نقش نظارتی دارند در جامعه و خصوصا از دولت و سکتور خصوصی بسیار اساسی و کلیدی هست. خب ای اولین قانون هست که یعنی برای اولین بار ما قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان داریم تجربه میکنیم. هنوز هم آنچه که ما میگیم که مشکل در این قانون است شاید ای در ذهن ما باشه، بسیار خلاهای دیگه باشه که ما در عمل شاید پیدا بکنیم. بنان چیزی را که ما میخواستیم همین بود که این قانون به زودترین فرصت باید توشیح شد، چون مدت 11 سال گذشت که این قانون بالاخره توشیح شد. البته اگر این قانون مشکل داره بله و اون خواستایی را که برای اطلاع دهی و اطلاع دادن خبرنگارا مطرح میکنه او نمیتونه برآورده شه، چرا عجله داشته؟ البته وضعیت سیاسی کشور ما باید ببینیم و مشاهده بکنیم که از چی در چی حالت ما قرار داریم. خوب طور که جناب افضلی صاحب فرمودن که یکی از استدلال های جناب رئیس جمهور همی بود که اگر این قانون ما رد بکنیم و دوباره به پارلمان ایره ارسال بکنیم با این استدلال و این دلایل روبرو میشه. بنان این قانون کاملا بی سرنوشت باقی میمونه. اما چرا یک نکته را آقای افضلی اشاره کردن، گفتن که در مجلس نمایندگان کمتر به خواستهایشان توجه شد یا به خواستهای کسانی که یا نهادهایی که میخواستن تعدیلات وارد کنن یا اصلاحات وارد کنن. اگر ای بار میرفت و مجلس برای تعدیل بعضی از ماده ها و نهادها هم شرکت میکردن ممکن اصلاحات میومد. خوب این ترس دفتر ما هم داشت و ریاست جمهوری هم داشت، دیگه نهاد هم داشتن، به این معنی که اتحادیه خبرنگارا هم داشتن، آنها میگفتن این قانون باید زودترین فرصت توشیح شود. خوب آل بس اصلاحات در این قانون میمونه، به این معنی که یک سلسله اصلاحات هست که با تنفیذ قانون حل میشه. پیش از اینکه به اصلاحات برین، به مشکلاتی که آقای افضلی اشاره کردن که به مجلس نمایندگان برخوردن، شما اشاره کنین که مشکل اونا چی بوده که اصلاحاتی را که شما خواستار بودین، نهادهایی که در این عرصه کار میکردن خواستار بودن، چرا نپذیرفتن؟ خب یکی از دلایلشان عدم درک از قانون هست یا عدم درک از حق دسترسی به اطلاعات هست، خودش یک حق. به این معنی که کمیسیون مشخصه که در این زمینه کار میکرد اطلاعات درک داشتن، درک درست نداشتن از این قانون. متاسفانه در کشور مثل افغانستان میان قانونگذاری و قانون نویسی تفکیک نمیشه. به این معنی که قانون نویسی یک فن است، یک مهارت است، و مسلک به این معنی از لحاظ فنی باید او مهارت داشته باشد. سر موضوعات می پیچیدن که کاملا تخصصی بود، به این معنی که او درک نداشتن که او را بفهمند که مثلا امی حق وقت ما به رتبه خارجی میتیم به عنوان یک حق طبیعی است، چرا ما این را به حساب رد بکنیم؟ سر ازی اصرار میکردن. خوبی که صلاحیت های قانونی را پارلمان داره ای علایده گپ هست، اما ما میبینیم که در بسیاری از موارد وقتی که ای بین دو چیز خلط میشه مشکل ایجاد میشه. بنان کار عمده که ما میکنیم همیست که برخی از مواد از این مثلا بحث ممنوعیتش خصوصا در جزء اول فقره اولش که در رابطه با بحث منافع ملی و مسائل ملی هست، این را میتونه که استر محکمه حل بکنه، چون مطابق با قانون اساسی افغانستان استر محکمه این صلاحیت داره که خود قوانین با قانون اساسی افغانستان به حساب مطابقت بده. در اینجا میبینیم که بحث مطابقت اگر این مطابقت بده در اینجا اصلا مطابقت نداره، به این معنی که در ماده 50 قانون اساسی افغانستان باز هم اگر مطابقت پیدا نمیکنه یا نداره با قانون اساسی مطابقت، بحث تعدیل مطرح میشه؟ نه اصلا در اینجا بحث تعدیل نیست. چه؟ به این معنی که استر محکمه این صلاحیت داره که اون مواد که برخلاف قانون اساسی است او را لغو اعلام بکنه. به این معنی مثل که در قانون رسانه های افغانستان و همچنان در قانون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می عین کار کردن. اما ماده هایی که مشکل دارن اون چی میشن؟ خب به اصلاح نیاز داره. یک موضوع دیگه هست که البته گفتیم که ما اگر سر تطبیق از یال فیلند کار بکنیم
مثلا ماده 31 قانون اساسی بسیار گپ خوب را مطرح کرده که اگر شما در اونجا مراجعه بکنید میگه که کمیسیون مندرج فقره یک ماده 16 این قانون میتواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون لوایح طرز العمل و راهنمودهای جداگانه را وضع نماید. ما میبینیم که قانون نیست که مثلا تمام بحثا را به طور جزئی مطرح بکنه. به خاطر تطبیق کردن بهتر این قانون ما نیاز به طرز العمل و راهنمودها داریم. ما سر از این کار بکنیم به اساس جامعه مدنی افغانستان که چگونه طرز العمل هایی را ایجاد بکنیم، چگونه راهنمودهایی را ایجاد بکنیم که این قانون بهتر تطبیق شود. بنان ای هم کمک میکنه و از طرف دیگه صلاحیت های استر محکمه هم هست به این مانو که مواد را که میبینه که در مغایرت با در عدم تطابق با قانون اساسی است او را لغو بکنه. همچنان خود صلاحیت رئیس جمهور است که طی فرمان تخنی خصوصا وقتی اگر پارلمان در رخصتی زمستانی میره میتونه که این برخی از مواد که مشکل داره و این بیشتر در وقتی که قانون تطبیق میشه این مواد مشخص میشه. مشخصا روی مشکلات اگر حرف بزنیم که خب در کاری که در گذشته شد مشکلاتی را که شما اشاره کردین در مجلس بوده جای دیگه بوده رئیس جمهور هم توجه نکرده با وجود مشکلاتی که این قانون داشته قانون توشیح شده. مشخصا کجای این قانون کدام ماده ها مشکل داره؟ امروز نهاد نیم گفت که بله بعضی از موارد نیاز به تعدیل داره، کدام موارد؟ البته ما بحث گفتیم که بحث تعدیل وقتی که جناب تویدی صاحب مطرح کردن هدف عمدهشان همین بود که برخی از مواد از این مشکل داره به این معنی که بعض مثلا در ماده 14 این قانون در رابطه با امو منافع ملی و مساله ملی گپا چون مفاهیم بسیار کلی هست مثلا میان امنیت ملی و مساله ملی و منافع ملی عموم خصوص مطلق است. وقتی در قانون اساسی بحث امنیت ملی میه و شما در قانون بحث مساله ملی میرین در عدم تطابق قرار میگیره. بنان یا استر محکمه میتونه که وقتی بررسی بکنه این قوانین این مواد کاملا لغو بکنه. بنان تقاضای ما از حکومت همی است و از استر محکمه همی است که این قانون اساسی را یک بار مورد مطالعه خب یعنی فکر نمیکنین که اگر لغو میشه به جای این ماده چیزی باید خب این نیاز نیست زاهد هست این اصلا طوری که افضلی صاحبم هست این ما این فقط جزء اول فقره اول ماده 14 مثلا زاهد هست نیاز ما به این نداریم چون دیگه مواد بحث امنیت ملی را تشکیل کرده. اما مواردی که مشکل داره بلی. اما نیاز است برش او چه میشه؟ خب این میشه که از طریق فرمان تقنینی به این منکال ما قانون نداریم پیش خود به این منکال یک زمان اگر این قانون نمی بود اصلا این موضوعات را مطرح نمیشد شما بحث تعدیل را مطرح نمی کردین. اما امروز ما این قانون داریم حداقل می توانیم که بحث تعدیل از این را مطرح بکنیم. بنام می توانیم که از طریق فرمان تقنینی همچنان برخ مواد از این که اگر بسیار کلی است از طریق طرز العمل ها و راهنمودهایی را تشریح بکنیم. بنان راه های دیگه هم وجود داره که با توشیح از این قانون ما می توانیم که این قانون به گونه بهترش تطبیق بکنیم. آقای افضل چقدر موافق هستین که بعضی از ماده هایی که برش نیاز نبوده خب این را کار دادگاه عالی است که میتونه این مشکل را حل کنه و اون جایی که نیاز به اصلاح داره از راه دیگه هم گفتن که ممکن است که اجرا شد چقدر فکر میکنین که عملی میشه برای اصلاحات این قانون اون راه؟ بسیار تشکر. اول باید خدمتتون عرض بکنم که ما باید بالاخره باید بیاموزیم که چیزایی که در کشورهای دیگه تجربه شده ما باید باز زور تجربه نکنیم. بیشتر از 100 کشور دنیا قانون حق دسترسی به اطلاعات دارن و سال هاست که قوانین تجربه کردن و امروز بسیار مدلای خوبه دسترسی به اطلاعات را اونا در کشورهای خود عملا تطبیق کردن که از اون کشورهایی هست که مثلا در رأس شفافیت قرار دارن و کشورهای در سطح منطقه هم هست. مثلا هندوستان تانسته که یکی از بهترین قوانین دنیا را داشته باشه و تجارب دیگه کشورها رو آموختن. ما نیاز نداریم که یک دفعه یک قانون خراب را بسازیم او را تجربه بکنیم باز بگیم که آره تعدیلات را دهی باید بیاریم بساس تجارب خود. حالا این هم جای سوال داره که چقدر اراده برای تعدیل وجود داره برای آوردن اصلاحات وجود داره؟ من فکر میکنم که تا جایی که به ما وعده و صورت گرفته از طرف ریاست جمهوری
امکان زیاد ازی است که از طریق فرمان تقنینی تغییرات وارد شود. این زمانی که این مشکلات را در میان گذاشتن با رئیس جمهور گفتن که تای فرمان بله تقنینی این کار را اونا دفتر رئیس جمهور قبول کردیم رای ما، اونا وعده دادن که ما سرازی کار میکنیم و ما هم برشان وعده دادیم که ما هم برشان همکار هستیم در این مورد. ولی تمام مسائل را که اینجا ما ذکر کردیم تا حال فکر میکنیم موضوع بسیار مهمی که است موضوع کمیسیون هم است که کمیسیون استقلالاتش زیر سوال است و این نمیشه که دقیقاً پرسش بعدی را که میخواستم مطرح کنم این بود که مشکلات در کجای این قانون وجود دارد. اولین و بزرگترین مشکلش امی عدم استقلالات کمیسیونی است که باید نظارت بکنه تطبیق از قانون را و دسترسی به اطلاعات را به شکل کلی. چه مشکل داره این کمیسیون؟ کمیسیون مستقل نیست و کمیسیون از نماینده های ادارات ساخته شده و این نماینده ها به اساس منافع ادارات کار خواهد کردن، مستقلانه عمل نخواهد کردن. بودجه از کمیسیون مربوط به بودجه وزارت اطلاعات فرهنگ میشه که تحت تاثیر وزارت اطلاعات فرهنگ خواهد بود و از نگاه ساختاری هم زیر اثر وزارت اطلاعات فرهنگ خواهد بود. بنان این کمیسیون نمیتونه که به شکل مستقلانه عمل بکنه و وقت شکایت ها در مورد ازی میشه که یک اداره به متقاضی اطلاعات در وقت زمان که معلوم شده در رو وقت زمانش اطلاعات را نمیده، شکایت حتما پیدا میشه. اشاره کنین و مشخص بسازین که از کدام ادارات شامل این کمیسیون شدن افراد؟ وزارت داخل است، وزارت خارجه است، وزارت اطلاعات است، وزارت مخابرات و همچنان امنیت ملی است. نهادهای حمایت کننده رسانه نیست و همچنان نماینده های جامعه مدنی است، رسانه ها است. ولی چیزی که مهم است این است که اگر نماینده های هر اداره که باشه، اداره دولتی یا غیر دولتی باشه و شکایت از خود از اونا صورت گرفته باشد، طبیعی است که اونا به خاطر منافع اداره خود باز تصمیم میگیرن. چقدر فکر میکنین که حضور نهادهای افرادی که در نهادهای جامعه مدنی کار میکنن در این کمیسیون و از نهادهایی که رسانه ها را حمایت میکنن مشکل را حل میکنن؟ خب ما تجربه زیر قبلا داشتیم، حکومت هر وقت که خواسته باشه به حیث نماینده ادارات غیر دولتی حتی رسانه ها جامعه مدنی افراد خود را انتخاب میکنن و اونا را به او جا میگذارن، در کمیسیون میگذارن و اونا به اساس منافع حکومت باز تصمیم خب میگیرن. جامعه مدنی که ممکن فکر میکنین که برای زیر حرف حکومت، نهاد حمایت کننده رسانه فکر میکنین میره زیر حرف حکومت؟ ببینین رسانه ها هم تمام رسانه ها آزاد نیست، بعض رسانه ها حکومتی هم است، به خاطر منافع حکومت کار میکنن و میشه که از جمله اونا افراد انتخاب شده که در این کمیسیون جا بگیرن و بالاخره به اساس منافع حکومت باز تصمیم بگیرن. پیش از اینکه به موارد دیگه که مشکل داره پردازیم، اشاره کنین که چه افرادی پس می بودن در این کمیسیون؟ باید افرادی می بودن که اونا کاملا مستقل می بودن و مکانیزم در نظر گرفته می شد که از یک رای مستقل و بدون از اینکه تنها حکومت تأثیر گذار باشه، باید که جامعه مدنی، باید شورای ملی، باید که دادگاه عالی، تمام از اینا باید که سهم داشتن در انتخاب افرادی که مستقلانه عمل میکردن در این کمیسیون و به نمایندگی کدام اداره در این کمیسیون کار میکردن. مورد دیگه هم کوتاه اشاره کنین که فرصت کم است. خب مورد دیگه که بسیار مهم است تعریف اصطلاحات است که آقای رحمانی قبلا اشاره کردن، اصطلاحات مثلا امنیت ملی، منافع عامه، مصالح عامه، بله که این تمام از این مصالح ملی، این تمام از این کلمات است که از این هر گونه تعبیر میتونه شوه و بنان از این سو استفاده میتونه صورت بگیره. و ما ندادن اطلاعات، بر ندادن اطلاعات طبیعی است. وقتی شما به یک اداره مراجعه میکنین، اونا میگن که اگر مثلا یک اطلاعات در مورد یک اطلاعات در مورد وزیر صاحب است و او وزیر صاحب هم نمیخواد که اطلاعات را در دسترس مردم قرار بده چون باز تمام رازهای از اونا پیش مردم واضح میشه، افشا میشه، باز میگن که این منافع ملی نیست، خلاف منافع ملی است. اینجا چی کار شد؟ منافع ملی و مساله ملی تعریف شود؟ بسیار مهم است که این باید پس نشود از این قانون، چون منافع ملی مهم است که باشد این قانون، ولی تعریف واضح شود که منافع ملی یعنی چی. اگر منافع ملی تعریف نمیشه، باز از این سوء استفاده صورت میگیره. ولی کلمات زیاد دیگه است که اونا باید برداشته شوه از این قانون که مهم نیست که او باشه. یک مورد دیگه که بسیار مهم است، نشر پیشگیران است. بعضی اطلاعات را اصلا ما شاید آگاه نباشیم که پیش نزد حکومت است. وقت او اطلاعات را حکومت خودش نشر نکنه، شاید که هیچ کس او را تقاضا هم نکنه. بنان مردم در تاریکی به سر خود بردن. بنان حکومت باید که ادارات باید به شکل بسیار جدیش و فوریش که هر آن وقتی که
پیش از اونها اطلاعات در دسترسشان قرار میگیره باید که را به نشر بسپارن و در این قانون این مد نظر گرفته شده که سالانه ای کار شوه و همچنان جریمه مد نظر گرفته نشده. اگر مثلا اداره اطلاعات را خودشان نشر نمیکنن به شکل سالانه یا به شکل فوری که به دسترسشان قرار میگیره، مثلا قرارداد مادن است یا قراردادهای دیگه است، این نشر نمیشه، کدام جریمه سر از اونها وضع نمیشه، بنان این قانون عملی نخواهد شد. چقدر آقای رحمانی شما موافق هستین به مشکلاتی را که اشاره کردن آقای افضلی در این قانون وجود داره؟ از کمیسیون گرفته تا ماده 15 و بالاخره جریمه و مثلا. البته یک تصحیح میخوایم بکنم که وزارت داخله عضو از این کمیسیون نیست. ما برتون میخوایم نام اعضای کمیسیون، کسانی که عضویت کمیسیون داره، برای شما یک بار بخونم. نماینده کوتاه اشاره کنید، نماینده وزارت، البته از نشست وزرای خارجه ناتو، بله، رئیس اجرایی، البته حرفایی دارن. خیلی کوتاه اشاره، نماینده وزارت اطلاعات فرهنگ، نماینده وزارت مخابرات، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده باصلاحیت ریاست امنیت ملی، نماینده باصلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر، نماینده باصلاحیت انجمن مستقل وکلای مدافع، نماینده باصلاحیت اتحادیه حقوقدانان، دو نفر نماینده منتخب اتحادیه صنفی خبرنگاران، نماینده منتخب احزاب سیاسی، دو نفر نماینده منتخب جامعه مدنی، نماینده اتاقهای تجارت. میبینید که 8 نفر از این از جامعه مدنی هست، تنها 4 نفر از دولت هست. مشکل نداره که میسن بنان، هیچ مشکل از این بابت ما نداریم. به این معنا که ببینید دادخواهی تنها این نیست که ما سر تدوین قانون کار بکنیم، کوتاه ببین که موارد دیگه چه. همچنان در رابطه با منافع ملی ده گفتن، درست از منافع ملی کلمه بسیار خوبی هست، اما در عدم مطابقت با ماده 5 قانون اساسی قرار داره. سپاس از حضورتون در این بحث و همچنان از شما بیننده عزیز که این بحث را دنبال کردید. تا فرصت دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.